حتما یکی از ارزیابی هامون برای همه ادارات و سازمان ها به ویژه استانداران و مسئولین در استان شاخص اشتغاله، به چه میزان شغل ایجاد کردن و به چه میزان از بیکاری کاستن، یکی از شاخص های موفقیت برای مدیران ماست. یک مورد ورود به جلسه ما نداشتیم، حدوداً 59 نفر رو هم دستگیر کردیم، 10,000 با خودشون برده بودن که 10,000شون گرفته شد و میرن به سمت برخورد باشون. یک مورد خروج داشتیم که اونم تحت کنترل شدید امنیتی بود و به سرشبکه خودش فرستاد، کن سرشبکه هم تحت تعقیب. از این بابت هم که امروز برای مردم همون که بود مشکلی ایجاد شده باشه از بابت قطع اینترنت هم عذرخواهی میکنیم. اقدام متقابل قطعی است، یعنی اگر نیروی نظامی ما رو اتحادیه اروپا یا هر کشوری تروریستی اعلام میکنه و قاعدتا در حقوق بین الملل هدف مشروع واقع میشه، قاعدتا اقدام متقابل از سوی جمهوری اسلامی ایران یک حق مسلم است و جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی مصمم خواهد بود که این کار رو انجام بده و این کار رو انجام خواهد داد و این طرحش در واقع در دستور کار هست. با پیوستن ایران به عبارتی حالا اتحادیه اوراسیا، یک بازاری بیش از 500 میلیارد دلار پیش روی ایران قرار میگیره که فرصت‌های خوبی رو پیش رو قرار میده، حالا اهم از محصولات صنعتی، محصولات کشاورزی، در حوزه تجهیزات پزشکی، حوزه دارو. ما میتونیم محصولاتمون رو با تعرفه صفر صادر کنیم به این کشورها و در مقابل اون نهادهای تولید و محصولاتی که مورد نیاز هست رو بتونیم وارد بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر باشه. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. ایجاد اشتغال ملاک ارزیابی مدیران. رئیس جمهور که برای نظارت ستادی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفته بود، رسیدگی به خواسته ها و عمل به انتظارات مردم را آزمون بزرگی برای مسئولان دانست. حتما یکی از ارزیابی هامون برای همه ادارات و سازمان ها به ویژه استانداران و مسئولین در استان شاخص اشتغاله، به چه میزان شغل ایجاد کردن استانداران و مسئولین در استان شاخص اشتغاله به چه میزان شغل ایجاد کردن و به چه میزان از بیکاری کاستن، یکی از شاخصهای موفقیت برای مدیران ماست. آقای رئیسی همچنین از مسئولان خواست سامانه هایی را اندازی کنند که بتوان وضعیت اشتغال و عملکرد دستگاه ها را در زمینه ایجاد اشتغال به صورت برخط رصد کنند. در حاشیه این مراسم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از پرداخت بدهی کلان دولت به صندوق تامین اجتماعی و بانک های زیر مجموعه این وزارتخانه خبر داد. بزرگترین تصفیه بانکی صورت گرفته است، 88,000 میلیارد تومان بدهی صندوق ها به بانک ها تصفیه شد و خوشبختانه بانک ها از حالت ناترازی به تراز مثبت رسیدند و سرمایه گذاری بسیار خوبی صورت گرفته است. علاوه بر آن بدهی های دیگری تصفیه شد، تقریبا نزدیک 180,000 میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی تأمین شد و پرداخت شد. 450,577 داوطلب رشته علوم تجربی و 39,000 داوطلب رشته زبانهای خارجی در آزمون سراسری امروز به رقابت پرداختند. رئیس سازمان سنجش با رد برخی ادعاها در فضای مجازی مبنی بر دسترسی به سوالات آزمون گفت آزمون سراسری در سلامت کامل برگزار شد. یک مورد ورود به جلسه ما نداشتیم، حدوداً 59 نفر رو هم دستگیر کردیم که 10,000 با خودشون برده بودن که 10,000شون گرفته شد و میرن به سمت برخورد باشون. یک مورد خروج داشتیم که اونم تحت کنترل شدید امنیتی بود و به سرشبکه خودش فرستاد، کن سرشبکه هم تحت تعقیب. به مردم عزیزمون این اطمینان رو میدیم که تمام جوانب امر رو در نظر بگیریم. به هر صورت حساسیت آزمون هست و یه دیگه هم تلاش میکنن که از مسیرهای غیر متعارف وارد شن. از این بابت هم که امروز برای مردم همون که بود مشکلی ایجاد شده باشه از بابت قطع اینترنت هم عذرخواهی میکنیم.
امیدوار هستیم که این رو بر ما ببخشن برای حفظ امانت عزیزان خودشون. اما فردا در دومین روز از برگزاری آزمون سراسری 309 هزار نفر داوطلب در رشته علوم انسانی، 120,095 داوطلب در رشته ریاضی و 59 هزار نفر داوطلب هم در رشته هنر با یکدیگر به رقابت می پردازند. واکنش ها به اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی. رئیس جمهور با اشاره به تلاش های ناموفق خیابانی غرب برای ضربه زدن به مردم ایران، این اقدام اروپا را ناشی از استیصال اونها دانست. عضو هیئت رئیسه مجلس هم از به جریان افتادن طرحی برای اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی خبر داد. ما اقدام متقابل قطعی است، یعنی اگر نیروی نظامی ما رو اتحادیه اروپا یا هر کشوری تروریستی اعلام میکنه و قاعدتا در حقوق بین الملل هدف مشروع واقع میشه، قاعدتا اقدام متقابل از سوی جمهوری اسلامی ایران یک حق مسلح است و جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی مصمم خواهد بود که این کار رو انجام بده و این کار رو انجام خواهد داد و این طرحش در واقع در دستور کار هست. ستاد کل نیروهای مسلح هم در بیانیه اقدام اخیر پارلمان اروپا را ناشی از شکست اختشاشات و حامیان اونها در ایران اعلام کرد. وزیر امور خارجه هم دیشب در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با هشدار درباره پیامدهای این اقدام پارلمان اروپا به نقش مؤثر سپاه در مبارزه با تروریسم اشاره کرد و گفت این اقدام اروپا نوعی شلیک به پای خود است. جوزف بورل هم با تایید غالب بودن احساسات در پیشنویس پارلمان اروپا گفت این پیشنویس ظرفیت اجرایی ندارد. رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی همتای روس خود ضمن مرور روابط دو جانبه و منطقه‌ای تهران و مسکو و لزوم افزایش همکاری‌ها و هماهنگی‌ها تأکید کرد. آقای رئیسی توافقات دو کشور را در زمینه گسترش همکاری ها به ویژه در عرصه انرژی و حمل و نقل کالا مثبت و سازنده توصیف کرد. رئیس جمهور روسیه هم از آمادگی و علاقمندی کشورش برای ارتقاء همکاری ها با ایران در زمینه انرژی و حمل و نقل کالا خبر داد. امضای اولیه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، متن این توافقنامه برای تصویب در دولت‌های عضو اتحادیه اوراسیا ارجاع داده میشه. متن اولیه مورد تفاهم قرار گرفت. حدوداً 10% از کدهای تعرفه‌ای که جزو کدهای ممنوعه بود اینجا نهایی شد. 90% از کدهای تعرفه‌ای جزو کدهای سبز قرار گرفت و این هم نهایی شد. یک حدود 4-5 قلم کالای کشاورزی که اونها هم سهمیه براش تعیین شده، روی اعداد سهمیه تا هفته آینده توافق میشه. با پیوستن ایران به عبارتی حالا اتحادیه اوراسیا، یک بازاری بیش از 500 میلیارد دلار پیش روی ایران قرار میگیره که فرصت‌های خوبی رو پیش رو قرار میده، حالا اهم از محصولات صنعتی، محصولات کشاورزی، در حوزه تجهیزات پزشکی، حوزه دارو. ما میتونیم محصولاتمون رو با تعرفه صفر صادر کنیم به این کشورها و در مقابل اون نهادهای تولید و محصولاتی که مورد نیاز هست رو بتونیم وارد بکنیم. مشکلات مرز آستارا و صفوف طولانی کامیون‌ها که از یک ماه پیش شروع شده همچنان ادامه داره، اما در حالی که بیشتر کارشناسان نبود سامانه هوشمند نوبت‌دهی رو علت اصلی این مشکل می‌دونند، مدیر کل دفتر صادرات گمرک در برنامه میز اقتصاد گفته این سامانه وجود داره. ببین، این سامانه نوبت‌دهی چیزی نیست که مشکل اساسی حل کنه، فقط ما ماندگاری رو از توی مثلا گمرک آستارا یا در مبدأ صادراتش من محصول رو باید نگه دارم یا بیام در پارکینگ ها نگه دارم، میتواند در بحث راه های مؤثر در کاهش این ماندگاری و شاید چهره خیلی مثلا نظاممند میشه. بله. اصلا هست. ببین، این بحث سیستمی وجود دارد. الان اونجوری نیست که هر کامیونی از هر جا راه بیفته بلافاصله بیاد بره داخل گمرک آستارا. معاون بازرگانی اتحادیه گلخانه‌داران و از صادرکنندگان محصولات کشاورزی
نبود سامانه جامع هوشمند رو علت مشکلات اخیر پایانه مرزی آستارا و صف‌های طولانی کامیون‌ها دونست. بسیاری از محصولاتی که داریم تولید می‌کنیم صرفاً مختص بازار روسیه است و این بازار خدمت شما عرض کنم 6 میلیارد و 800 میلیون دلاری رو ما پیش رو داریم که خیلی برنامه‌ریزی شده برای این بازار. منتها متاسفانه به دلیل اینکه یک سامانه جامعی نبوده و برنامه ریزی دقیقی نبوده، محصولات ما عمدتاً اومده پشت مرز قرار گرفته، 8 روز، 9 روز، 12 روز، و باری که وقت طلایی عرضه این بوده در بازار متاسفانه پشت مرز این بار تلف شده. معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی که پس از 6 سال وقفه برگزار شد، بر تخصیص حداکثری بودجه سازمان نهضت سوادآموزی و تلاش برای ریشه‌کنی بی‌سوادی در کشور تاکید کرد. آقای مخبر با اشاره به اهمیت سوادآموزی در کشور، بی‌سوادی را ام المصائب خواند و گفت در اقصی نقاط ایران کودکان مستعدی هستند که به دلایلی موفق به ادامه تحصیل نیستند که با فراهم شدن زمینه‌های تحصیلی اونها میتونن به یک استعداد درخشان برای کشور تبدیل بشن. بارش برف تفتان در استان سیستان و بلوچستان، بیرجن در خراسان جنوبی، شهر کرد و مناطقی از استانهای کوهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، یزد، اصفهان و کرمان را سپید پوش کرد. کوهرنگ در چهارمحال بختیاری با منفی 22 درجه سردترین شهر کشور و اردبیل با منفی 15 درجه سردترین مرکز استان کشور شدند. بیشترین بارش باران با 42 میلیمتر در رودان هرمزگان گزارش شده. ذخایر آبی بیشتر بشه، اگر بارش تداوم داشته باشه. حداقل 10 سالی است که ما اینجور برف رو توی یزد ندیده بودیم. از خوشحالی که برف میاد تا صبح خواب نرفته ما. خیلی خوشحالم که تو عقد برف اومده. خدای شما همه خوشحالن، نه ما. خودت نعمت خیلی خوبیه. لذت بردیم از این برف. حسرت امتحانم بود. یه هوای بخورم بعد برم سوره درس بدم. من امروز خیلی خوشحالم که برف اومده و دارم لذت میبرم. اما قزوین با میانگین شاخص آلایندگی 185 واحد در سطح شهرهای آلوده کشور و در وضع قرمزه. بعد از اون عراق، تهران، مشهد و اهواز دیگر شهرهای آلوده کشور و در وضع قرمز و ناسالم برای همه گروه هاست. سازمان هواشناسی برای فردا افزایش آلودگی هوا در تهران، کرج، تبریز، قم، سمنان، اصفهان، مشهد، عراق و قزوین رو پیش بینی کرده و گفته تا دوشنبه 3 بهمن هوای سرد در بیشتر نقاط کشور ماندگاره. تأیید تعلیق حکم شهردار مشهد. نایب رئیس شورای شهر مشهد تعلیق حکم عبدالله ارجائی شهردار این شهر رو تأیید کرد. موسی رضا حاجی بگلو گفته امروز از حکم قضایی مربوط به شهردار مشهد مطلع شدیم و همگی موظف به تمکین از حکم دستگاه قضا هستیم. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، دادستانی برای پرونده ای که چندی پیش برای 2 تن از کارمندان شهرداری مشهد باز و اتهاماتی به آنان وارد شده بود، امروز شهردار مشهد رو تعلیق کرد. اتهامات وارد شده به این دو کارمند حدود 1.7 میلیارد تومان است. و بر اثر ازدحام جمعیت در اطراف ورزشگاه بصره در جنوب عراق، 1 نفر کشته و 10 نفر از تماشاگران زخمی شدند. وزارت کشور عراق از شهروندانی که بلیت مسابقه فینال تیم عراق و عمان را ندارند خواسته به ورزشگاه نروند. بازدیگ پایانی مسابقات فوتبال قهرمانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بین تیم‌های ملی عراق و عمان هم‌اکنون در حال برگزاری. اتحادیه اروپا امروز در حالی در سالن اجلاس خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گروهک تروریستی نامید که در همانجا سالها میزبان یکی از بزرگترین گروهک‌های تروریستی بوده.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از نظر اعضای اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی است. همین چند ساعت قبل در این ساختمان به این نتیجه رسیدند. رأی آورد، قطعنامه تصویب شد. خبری که رسانه‌های فارسی زبان از چند روز قبل تروریست خواندن سپاه فهرست‌های خبریشان را به آن اختصاص داده بودند. افزودن سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی. سپاه پاسداران، بسیج و سپاه قدس را سازمان‌های تروریستی شناسایی کردند. این اتحادیه مهم‌ترین تعریفش از تروریست را در قرارداد بین خودشان این گونه تعریف کرده: حملات به جان یک فرد که ممکن است باعث مرگ شود، حمله به تمامیت جسمانی یک فرد و عرضه و استفاده از سلاح، مواد منفجره یا سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیکی یا شیمیایی. اما همنشین مورد علاقه افرادی که زیر این عهدنامه را امضا کردند کیست و بیشترین نشست و برخاست را با چه تفکری دارند؟ مریم رجوی، او که در کارنامه گروهکش بیشترین شباهت را با معیارهای اتحادیه اروپا برای تروریستی بودن را دارد. وقتی این گروهک تروریستی در اسفند 66 به حلبچه کردستان عراق حمله شیمیایی کرد و 4 سال بعد با تجهیزات جنگی دست به نسل‌کشی کردها زد، یا در مرداد 67 که اعضای گروهک منافقین به بیمارستان اسلام آباد غرب حمله کردند و با پاره کردن شکم زنان باردار بر سر اینکه کودک متولد نشده پسر است یا دختر شرط بندی می کردند و کشتار بیش از 17,000 ایرانی در دهه 60، که البته از نظر اتحادیه اروپا نه تنها این عمل کرد تروریستی نیست، بلکه نمکگیر عاملان این جنایات شدند. مثلا اینجا در سال 2004 که در پارلمان اروپا برایش دست می زدند. بسیار بسیار متشکرم. سال 2006 برایش فرش قرمز می اندازند. سال 2007 این گونه از او استقبال می شود. سال 2014 درست در روز موسوم به حقوق بشر، یک جنایتکار مهمان اصلی اتحادیه اروپا می شود. ایران is again covered in blood. سال 2016 او که نیروهای زنش را وارد میدان نبرد کرده بود، به خاطر حقوق زنان مهمان همین اتحادیه شد. The women who are... این سال 2018 و حتی دور همی مجازی اخیرش با اعضای پارلمان اروپا در نکوهش انسان‌کشی. جلسات پی در پی در ستایش انسانیت در جلسه ای در مقر اصلی پارلمان اروپا در... با گروهکی که سربازانش را برای ریختن خون انسانها تجهیز می کرد. حالا در همان سالن جلساتی که یک تروریست به صندلی‌هایش تکیه زده، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را تحریم می کنند. بر اساس آمار درگاه ملی مجوزها، از ابتدای امسال تا کنون بیش از 198,000 مجوز کسب کار از طریق این درگاه صادر شده. این در حالیه که هنوز مجوزهای صنفی که حدود 60% کل مجوزها را تشکیل میدن به این درگاه اضافه نشده. بنابر آخرین وعده دبیر هیئت نظارت بر سازمانهای صنفی، مجوزهای صنفی تا اول بهمن به این درگاه متصل میشن. بدون پروانه کسب امکان نداره بذارن کار بکنن. واحدهای صنفی در حالی موظف به اخذ مجوز هستند که در این مسیر موانعی بر سر راه دارن. می‌خواستن کارواش بزنن تو روستامون، وقتا دو ماه طول می‌کشه تا یه امضا بگیرن. الان اکثر کسبه به خاطر همین دوندگی کار اداری خیلی هستن اصلا پروانه کسب ندارن. مأمور صدور مجوز در اتحادیه‌ها با شروطی غیر قانونی نگاه به دفتر پیک موتوری شما می‌کنه. 5 تا موتور داری یا 10 تا داری؟ اگر 5 تا داشته باشی میگه 2.5 بده، اگر 10 تا داشته باشی میگه 5 میلیون بده. این در حالیه که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای جلوگیری از امضاهای طلایی صدور مجوزها رو تنها از طریق درگاه ملی مجوزها اعلام کرده. تا کنون اتصال مجوزهای صنفی رو مجوز هنوز ندادن. خب این بخش عظیمی از کسب و کارها مربوط به صنوف و اتاقهای اصناف هست. موضوعی که پس از 13 سال حالا دولت 13 اراده کرده صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل بشه. همه اون چی که از مجوزها هست ساماندهی بشه به نحوی که به هیچ عنوان موجب تأخیر در تولید و مشکلی برای کار و کارآفرینی در کشور ایجاد نکنه. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد 31 مرداد هم خبر داد از مجموع مجوزهای صنفی بالای 85%شون ثبت محور شدن، یعنی دیگه نیازی نیستش که اولا به جای مراجعه کنن، نیازی نیستش که مأمور حکومتی بره مغازه رو ببینه. هرچند برای ثبت محور شدن این مجوزها رئیس اتاق اصناف ایران آذر ماه همچنان به دادن اختیار به اتاق اصناف اشاره کرد. شما یه تعداد ثبت محور دیدید، امکان داره اونجایی که ما داریم
به حساب اینو بررسیش میکنیم با هم دیگه هیه هماهنگی بکنیم شاید یه چند تا بار جاش عوض بشه. آبان ماه مهلت سه ماهه دیگری به اتاق اسناد و وزارت سمت برای اجرای قانون داده شد. سه ماه مصوب بکنیم اگه سه ماه نیوردن دیگه ما بارگذاری میکنیم و صادر میکنیم. حالا دبیر هیئت نظارت بر سازمانهای صنفی با اعلام اینکه تا اول بهمن مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها متصل میشه از برداشتن گامهایی برای اجرای قانون خبر داده. سامانه نوین اسناد به صورت آزمایشی به درگاه ملی مجوزها متصل شده. بر اساس قانون اگر متولیان صدور مجوزهای صنفی در آخرین مهلت داده شده در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، درگاه ملی مجوزها باید به صورت خودکار مجوزهای این حوزه را صادر کنه. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما. خب من یک اصلاح بکنم خدمت شما، اینکه در گزارش گروهک‌های تروریستی پارلمان اروپا نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در گروهک‌های تروریستی نامیده که به این طریق اصلاح می‌کنیم. اما پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان کود زیستی جدیدی ابداع کردن که می‌تونه علاوه بر از بین بردن بیماری‌های خاک و ریشه گیاهان باعث افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی بشه. پوسیدگی ریشه و بیماری‌های خاک از چالش‌های مهم صنعت کشاورزی هستند که فناوران کشور موفق شدند با ابداع یک ترکیب جدید از باکتری‌های بومی ایران این چالش را رفع کنند. این محصول در مزارع و باغات کارش اینه که همراه آبیاری مصرف میشه و جایگزینی برای سموم و کارش کنترل بیماری‌هایی که به راحتی با سم کنترل نمی‌شن. به گفته فناوران این شرکت دانش بنیان این ترکیب جدید در محصولات کشاورزی برای افزایش امنیت غذایی کشور استفاده شده است. علاوه بر این که از در واقع ارزآوری دارن و علاوه بر این که تولید محصولات کشاورزی استراتژیک رو مثل گندم و سیب زمینی بالا میبرن و به امنیت غذایی کمک میکنن، کارایی بیشتری هم دارن. این محصول زیستی باعث افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی شده و مزایایی هم دارد. قابل اختلاط با سایر سموم و کودهاست، خیلی راحت‌تر مصرف میشه و کارایی خیلی خوبی توی مزارع سبزی صیفی و جالیزی داره. باعث افزایش عملکرد محصول میشه چون بیماری‌ها رو مدیریت میکنه و از طرفی در نظر اقتصادی خیلی مقرون به صرفه است برای کشاورز. بنابر آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از مجموع 7957 شرکت دانش بنیان 592 شرکت در حوزه کشاورزی در حال فعالیت هستند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما. نمایشگاه بین‌المللی تهران با نمایش دستاوردهای مختلف بانوان ایرانی میزبان شرکت کنندگان خارجی اجلاس بین‌المللی زنان تاثیرگذار بود. میهمانانی که میگویند حالا به تصویر واقعی تری از زنان ایرانی رسیدند. I think maybe in Australia we're a little bit lazy. زنان ایرانی خیلی اشتیاق به پیشرفت دارند و با انگیزه هستند. اما در استرالیا زنها خودشون رو به زحمت نمیندازن. زینب از سیدنی استرالیا اومده و استاد دانشگاه، 29 ساله که مسلمون شده. زنان ایرانی به دلیل حمایت از خانواده و دلبستگی به کانون خانواده مسئولیت‌های زندگی رو هم بر عهده دارن، اما در استرالیا اینطور نیست. هرچند چهارمین باری که به ایران اومده، اما خودش میگه این بار خیلی تحت تاثیر قرار گرفته. چون این نمایشگاه نشون میده سطح تحصیلات و فعالیت‌های زنان در زمینه‌های مختلف از جمله علم و فناوری بالا رفته. زینب یکی از ده ها میهمان خارجیه که برای دیدن دستاوردهای زنان ایرانی به کشورمون اومده، مثل پتیا نقاش بلغارستانی. زنان آینه تمام نمای یک کشورند و زنان ایرانی بسیار تحصیل کرده و سخت کوش هستن. اینکه شما برای معرفی کشورتون به جهانیان تلاش میکنید بسیار ارزشمند هستش. تارا فعال حقوق بشر و ایرلندی میگفت هرچند اولین بار به ایران اومده، اما دوست داره بازم بیاد. در اینجا جامعه زنان خلاق و سرزنده هستند. ای کاش این تصاویر و فعالیت زنان در تلویزیون‌های بین‌المللی هم نمایش داده می‌شد. آلینا فعال اجتماعی از هندم میگه اگر به ایران نمی اومدم هیچ وقت فکر نمی کردم زنان ایرانی اینقدر موفق باشد. سوی مدیرعامل یک شرکت بزرگ چینیه میگه قبل از اومدن به ایران دوستاش باور نمی کردن که داره به اینجا میاد. یه همکاری دارم گفت رفتی ایران، از حقوق زنان برام تعریف کن. زنگ زدم و گفتم حقوق زنان ایرانی جایگاه بالاتری داره از اون چیزی که تو تصور میکنی. حقوق زنان در ایران حتی بیشتر از چین رعایت میشه. ها
حالا دیدن این نمایشگاه یک تجربه مشترک شد برای بازدید کنندگان. تصویری متفاوت از اون چه درباره بانوان ایرانی در ذهنشون نقش بسته بود. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما. جشنواره بین المللی تئاتر فجر از شنبه با تعداد قابل توجهی نمایش داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. از تالار وحدت هم صدای موسیقی نباهی به گوش میرسه. سلام. در هفته‌ای که شمارش معکوس برای جشنواره تئاتر فجر شروع شد، بعضی هنرمندان توصیه و نکاتی داشتن درباره برخی ماجراها و حواشی. اینجا در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره امسال. دامن زدن به هر نوع تفرقه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری این کار اشتباهیه، نباید بشه. مخاطبین باید این حق رو داشته باشن که انتخاب خودشون رو داشته باشن. هنرمندان وظیفه‌شون اینه که چراغ تئاتر یا سینما یا هر موسیقی اینا خاموش نشه، کار خودشو بکنه. 64 اثر نمایشی ایرانی و داخلی در جشنواره 41 تئاتر فجر در بخش صحنه‌ای و خیابانی اجرا میشن. تئاتر به راه خودش ادامه میده، تئاتر متوقف نمیشه. تو خودت حقوق ماهیانه داری در اداره فلان، در ارگان فلان، در فلان، در فلان، بعد به 4 تا تئاتر درآمد، ممر درآمدیش، کرایه خونش، نونش اینه، میگی که تئاتر کار نکن. چرا به خودمون ظلم میکنیم؟ چرا به تئاتر ظلم میکنیم؟ بلیت فروشی نمایش ها در وبگاه گیشه 7 ادامه داره. نمایش های خیابانی هم مطابق هر سال رایگانه. فیلم ها آپارتمانی و صرفا تهرانی نیستن. آثار با موضوع آسیب های اجتماعی هم صرفا سیاه نمایی نیستن. اینها ادعای رئیس سازمان سینمایی درباره آثار جشنواره فیلم فجر امسال. سازمان سینمایی معطوف به یک نگاه یا یک ژانر خاص نیست، بلکه ذائقه مردم میطلبه که در حقیقت بتونیم سینمای کودک داشته باشیم، ژانر وحشت داشته باشیم، سینمای سیاسی داشته باشیم، کمدی داشته باشیم، اجتماعی داشته باشیم. همه اینها برای مردم در حقیقت محصولات یا ارائه میده. دفتر جشنواره هم اعلام کرده این که میگن بلیت فیلم ها امسال بدون اسم اونها فروخته میشه شایع است. شب بخیر و خداحافظ.